خیلی خوشحالم از خوشحالی بچه ها، خدا رو شکر. جدی؟ ببینید بای خانم، توش زندگیه، گرمی داره و این گرما به یمن حضور شماست. با رفتن طلعت خدا بیامرز، باور کنید تا دیروز این خونه سوت کور و یخ زده بود. همه شرسم از این بود بودن من و شما کنار هم باعث اختلاف بچه هامون بشه. بچه ها همیشه بچه هم. امروز قهرن، فردا آشنی. نمونش همین فریدون، نگاه کنید هیکل گنده کرده، اما دلش قدی گنجشکه. از قدیم و ندیم گفتن دل مادر به فرزند، دل فرزند به فرسنگ. تو این چند ساله فریدون ندید و نفهمید که چقدر من دلتنگم براش. من از این وسط خیلی خوشحالم، به خاطر اینکه میتونم نزدیک بچه‌م باشم. بچه‌م نه وای خانم، بچه‌هامون. نگاه کنید اینا همش نتیجه ثمرات یه عمر زندگی من و شماست. درست، خدا حفظشون کنه. و اما عزیز آقا، ماه خانم، چی میگیم پیچ پیچ میکنی همش؟ سوری خانم، حرف خصوصی داریم میزنیم با هم دیگه. عوض این که اینجا باشین پیچ پیچ کنی، بیاین تو حیات کمک کنین همه مهمان. چشم، گزلری میسته حالا گزین سخلاسه، تیز گل گلدیم. تعارف موفق باشی، دارم اینو میخورم. همه باشی دیلیم کشیم. بله، چطوری آقا برام داغون؟ میای دم دریا بیام زنگ بزنم؟ انقدر زنگ بزن تا جونت درات خونه نیستیم. خداحافظ. دارم برام عجب شبیه امشب. به 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 به. ببینم فسقلی بابات خونه هست؟ بله بابا بیا. منو چل چطوری؟ منو چل رسیدم، منو چل اینجا. به به فارس جون بیا. بابا ببینم چه چیکار. دستمو میگم بلکونه. دستمو بلکونه. دستو ول کردن. اینجا رو کجا پیدا کردی؟ از همسایه‌تون گرفتم. گفت نگو به من آدرس رو کی گرفت. خیلی خوب بهش نمیگم. کچی؟ عجب روی داره، میگه کچی. مرد حسابی خوب اومدم پولو بگیرم. عزیز من از زندگی انداختی منو، پلیس در به در دنبالمه. خیلی خوب، یه خورده صبر کن، پولتو بهت میدم. آقا جون من گوشم از این حرفا پره. درسته من پولم مادرت بگیرم بدم دست شما، بخوری یه لیمو آبم روش، وقت بدبختیشو من بکشم. آقا جون من چیکار کنم؟ پولو دادم دست یکی این شرکت های شاخه ای، سودشو بدم به تو و خودم. تو پولو دادی دست شرکتی که اسمشو نمیدونی؟ چه رمی هر کوفتی، پولو خوردن یه لیوان آبم روش، چیکار کنم؟ من چیکار کنم عزیزم؟ آقا جون این قبری که بالاش داری گریه میکنی توش مرده نیست به جون خودت. عزیز من این حرف حالی میسخور میبرم. مادر جنابالی گیر داده، پولشو میخواد، حقم داره. منو تو نندازه تو زندان، دست از سر کچل من برده میداره. آقا جون اولا یه خوله آرومتر صداتو میشنون، نوکرتم. بعدشم ببین امشب عروسی پدر خوندمه با مامانم. خب این یه دو ماه دیگه میمیره پدر خوندم، پول میرسه به من کلی، پول تو هم بهت میدم. دیگه چی میخوای؟ بزرگ نمیر بهار میاد، پدر خونده جنابالی 100 سال دیگه هم عمر که، تکلیف چیه؟ آقا جون دو ماه دیگه میمیره، یه قده تو کلش داره رمز جمجمش میشه، روز به روز داره گنده تر میشه. تو اینجا چیکار میکنی؟ خواهد چیکار کنم؟ یا بدبختمون کردی. آدم به این گندگی مادرش میخواد. برو تو مهمونی. باشه نوکرتم، بیا برو. چی رو برو عزیز من؟ من پول میخوام. شونم با مادر مایدگی دعوا میکنم. ندادی من میدونم. خالی میبنده دعوا کجا داری؟ دعوا میکنه؟ آره چی؟ چی شده؟ چی بابا؟ چی داری دعوا میکنی؟ نه بابا کدوم دعوا؟ با کسی دعوا میکنم؟ مانی گفت یکی دست به یخی شدی؟ نه بابا مانی چرت و پرت گفته، بچه سلکی گفته، من دارم هوا میخورم. تو عید نمیتونستی هوا بخوری، حتما باید میمدی. آقا جون اون تو پر دوده، اومدم بیرون دارم هوا میخورم دیگه، برین. نه کجا میری؟ نه بابا کسی درگیر نشده. کسی اینجا نیست که؟ نیست دیگه، همون دیگه گفتم که در رفت، همون دیگه. دیدین برین تو عروسی با بعد من میخوام هوا بخورم. عالیه، لاتفاسی در نگیر فریدی، برحال تعارف نکنی تو داداش ما. نوکرتم باشه، برین تو، برو دیگه. کاری
پسر اون بالا چیکار میکنی؟ دمت گرم. بد کردم آبروداری کردم تا فامیلات منو نبینن. نه نه داشتم قبض رو میشدم. بیا پایین. چی بیا پایین؟ پام گیر کرده. خب پاتو این پشت در بیار. این پاشنه پات گیر کرده. عقلم میرسه اگه. خیلی خب پاتو اینجا رو. خیلی خب پاتو. فرخ چطوری فرخ؟ منتظر نونن برو تو. یمون کلا برداره؟ چی؟ نه با کدوم کلا برداره؟ این تعمیرکار منبعه، منبع سولاخ شده داره میره سولاخش درست کنه. خسته نباشید. بفرمایید بالا. میشناسیش؟ نه با کجا میشناسمش؟ خیلی ممنون فریدون. فام داره میشکنه. بیاره بیاره پایین. گفت فریدون. نه بابا کجا گفت فریدون؟ همینجوری یه چیز شانسی گفته. آقا خسته نباشین. برو بالا. برو فریدون نامرد من شانسی تو رو میشناسم. پام دست رفت. پس میشناسی؟ نه به جون تو به یه تو بمیری نه خودت بمیری. من باید برم همه چی رو به عزیز بگم. تو دستت با این نامرد تو یه کاسه است. نه نه به جون تو هیچی رو نباید به عزیز بگی. پولا دست منه فرق. پولا دست منه. پس تو از مادرت کلا برداری کردی؟ آبا کلا برداری چیه؟ دیوانه شدی مگه؟ مرد باش بین خودمون دوتا بمونه همه چی رو برات میگم. خوبه؟ تعارف بیا عزیز من. دیدی من هم زیاده تعارف نمی کنم. بخور. ببخشید بخور بیش که دست به قضا نزنه. مای خانم میخواد چند کلمه با تو صحبت کنه. به به بفرمید. راستش میخواستم از همه تون به خاطر لطف و گذشتی که داشتین تشکر کنم. میدونم خیلی سخته یه مردی رو به جای پدرتون یه زنی هم به جای مادرتون ببینین، اما همه تون بدونین شما هم یه روزی پیر میشین، بچهاتون براتون تصمیم میگیرن. ما الان همه یه خانواده هستیم، باید همه به هم کمک کنیم و پشت هم باشیم. دیگه حرفی ندارم. انشالله بتونم مادر خوبی برای همه تون باشم که روح طلعت خانوم از من راضی باشه. باریک شما نگران نباشید مای خانم. من مطمئنم الان روح خواهرم اینجا حاضر و از این که ما رو دور هم میبینه خوشحاله. آخه جای مامانم خالیه به خدا. خب روحشون شاد باشه. بفرمایید سرد میشه غذا. بفرمایید. هیچکس دست به غذا نزنه. بابا منم باید صحبت کنم. میخوام صحبت کنم. آقا جون نمیشه بذارید بعد از شام؟ نه بیات میشه از دهن میفته. اونی که بیات میشه جوجه است. آقا جون شما که جوجه بازی. خب بذار آقا جون حرفشو بزنه. میخواد دو کلمه امشب حرف بزنه. بذار آقا جون بذار. آقا جون بفرمایید ما همه سر پا گوشیم. خبر اول ان شاء الله فردا صبح من و محمود آقا قرار گذاشتیم بریم محضر اون سند یه دون زمین رو بزنم به نامش. باریک دست درد نکنه عزیز جان، اما اگه تو این مدت دیدی من حرفی زدم و اصراری کردم فقط برای این بود که دوست نداشتم دو روز دیگه که افتادیم مردیم پشت سرمون حرف و حدیثی باشه و الا این زمین فدای یک تار موت. من چاکردم. بفرمایید بفرمایید غذا یخشه. نه یه چیز دیگه مونده. اجازه بفرمایید آقا جون. اینو میخوام برای سوری خانم بگم. سوری خانم یه فکرایی هم به حال شما کردم. میخوام فردا صبح خودم آستین بزنم بالا یه راه جداگانه براتون باز کنم. نه 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 لازم نکرده. تو اصلا دست به سیاه و سفید نباید بزن. چرا؟ بذار به عهده من خودم حلش میکنم. چاکرید. منم به شما گفته باشم همینه میمردین از اول درست میکردین. خیلی خب بفرمایید بفرمایید. دست دارید یه چیزی دیگه میخوام بهت بگم که الان فرصت بدیه واسه بیانیه. آقای بچه‌ها میخوان هی بخورن شما شو کنسرو کن در میاری خطرناکی. نه دیگه بهبود جون این دیگه آخریشه. همونجور که قبلا عرض کردم خدمتتون محمود آقا قرار فردا بیاد محضر، شما هم همتون به اتفاق برید محضر جمع بشید. میخوام سند چیزهایی رو که بهتون قول داده بودم همه رو میخوام به نامتون بزنم و خلاص. به افتخار آقا جون خیلی خواهدم. و اما این چیزی بود که ماهی خانم از من خواسته بهتون بگم. منم رو حرف ماهی خانم حرف نمیزنم. به افتخار ماهی خانم. باش خیلی خوب تا شما غذاتون رو میخورید منم برم سندا رو بیارم بدم خدمت محمود آقا که بردا میخواد بره محضر. عزیز جون حالا چه عجله ایه؟ دقیقه بیشتر طول نمیکشه محمود آقا الان میام. به 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 آقا فرخ که دنبر اون بخوم افتخار آقا فرخ فریک
فرخ بخون. بخون دیگه آقا فرخ. خودت بخون. عزیز آقا عزیز آقا بخور دیگه. پچه نیمد عزیز آقا، احتمالا دوباره چشش خورده و آلبوم خاطرات یاد گذشته کرده گیر کرده. الان سر شام عزیز آقا بزن من بیرم دنبالش. آقا جو سالات بزن فرخ. آقا جو سالات بزن، سالات بی تعارف نکن دیگه فرخ. آقا جو عروسیه امشب بخورن. آقا جون بابا بخور اونم سس دیگه بریز بخور. عزیز آقا آقا جون آقا جون نمیخونم برگم بده. عزیز آقا آقا جون عزیز آقا آدیه بخشن آقا جون عزیز آقا آقا جون کجاش آقای دکتر؟ بله متاسفانه تومورشون عود کرده، باید هرچه سریعتر عمل بشن. چرا درست همین امشب همین الان؟ مگه امشب چه خبره؟ امشب عروسیشه ناسلامتی، یعنی دامادیشه. نمیشه یه قرصی چیزی بدی سرپا بمونه بعد ما دوباره میاریم اینجا میخوابونیمش. خب منم تبریک میگم، ولی با قرص و آمپول نمیشه ایشون سرپا نگه داشت. اگرم عملشون دیر بشه امکان داره خدایی نکرده. نه آقای دکتر عملش کنید، همین امشب تو ما رو در بیارید. خیلی خوب، پس شما هزینه بیمارستان رو تا فردا صبح به حساب بیمارستان میریزید. فردا اول صبح به امید خدا ما میبرید اتاق عمل. آقای دکتر ببخشید، هزینه عملش چقدر میشه؟ بیمه تکمیلی داره؟ نه خیر آقای دکتر، آسو پاسم. حدوداً 13 میلیون. 13 میلیون؟ چه خبر آقای دکتر؟ آقای دکتر چجوری حساب کردین؟ دونهیه، کیلوییه، متریه، وزنیه؟ دستمزد تیم جراحی بالاست، چون عمل سخت و دشواریه. یک سومشون خرج بیمارستانه. خب آقای دکتر مگه یه دونه تومور بیشتر داره؟ نه. خب شما زحمت بکش تنهایی درش بیار بابا، از اینا رو بدیم پایین. این چه طرز صحبت کردنه پسر؟ یه کیک یزدی رو 3 نفره درست میکنین، یه مغز رو 1 نفره درست کنه. آقای دکتر شما ترتیب عمل رو بدین، ما پولش رو جور میکنیم. خداحافظ. بریم. خیلی ممنون آقای دکتر. خداحافظ. خیلی ممنون آقای دکتر. چی شد محمود آقا؟ دکتر چی گفت؟ نگران نباشید مای خانم، زنده میمونه، اما دکتر گفت باید هر چه زودتر عمل بشه. 13 میلیون هم پول لازمه. البته من 1.5 میلیون پول نقد دارم، موتور هم بفروشم میشه 1.570، سی تومن هم باره که گزی مغازه داره میشه 1.600. دست درد نکن. دستبند و طلای سوسن هم از اونا رو هم میفروشیم. چی میگی واسه خود عنایت؟ من که هر چه طلا داشتم فروختم، خرج دارو دوا تو کردم، حالا یه دونه علنگو یه گوشواره دارم اونم خرج دست من بگیری؟ چی سوسن جون، گوشواره های تو من تری آقا جون من. خب معلومه. خانم ساکت لطفاً. چش خانم، حالا وقتی این حرفا نیست، من 3 میلیون پسنداز تو حساب بانکیم دارم، با پول بهبود میشه 4.5. بقیهش هم 1 میلیون هم من میذارم. فکر کنم 100 تومانی هم توی صندوق مغازه داشته باشیم. آخه عزیز من با 100 تومن 2 مل در میارن، تومور در نمیارن که. آقا جان جای این حرفا اینجا نیست، من میگم بریم خونه ما اونجا صحبت کنیم ببینیم چیکار باید بکنیم. شما برین من اینجا میمونم، ممکنه کاری داشته باشم. منم میمونم دیگه، بیمارستان یه نفر بیشتر اجازه نمیدن شب پیش مریض بمونه. نه دخترم تو نگران نباش، من اگه مسئله شد زنگ میزنم. بفرمایید برید. آلیا جان فریدون کجاست؟ پایین دایی. خیلی خوب بریم. خدا بهتون خدا Thank you.
میشه. دایی من هر جوری حساب میکنم اینا میشه کلن ما هم 6-7 میلیون، بقیهش کمه. خب آقا اشکال نداره، تو همون 6-7 میلیون رو داری، الان بقیهشو آقا محمود پر میکنه. تو بهتره به فکر این باشی که سهم خودتو بدی. نه آقا محمود، من سهم خودم رو دادم، شما بقیهش پر کن به نفته. من یه چیز دارم میگم به نفتون. نمیخواد تو به فکر منافع من باشی، تو فقط به فکر منافع خودتی، فهمیدی؟ آقا من به فکر منافع خودم نیستم آقای دایی. پول نده دایی جان، اشکال نداره. اصلا میدونین چیه؟ اگر آقا جون خدای نکرده زبونم لال، من یه حرفی که الان میخوام بزنم خودم دوست ندارم آ، سرشو بذاره زمین بمیره، خدا نکنه، خدا نکنه، من خودم دارم میگم، اون وقت شما قید اون یه دونگ زمینت هم بزن. واسه من خط نشون میکشی؟ چه خط نشونی؟ پتاتو بریزم رو آقا. بگم به همه چیکار کردی؟ بگم آقا جون بگو دیگه من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ من هیچ کاری نکردم حالیه. آقا دایی من اگر احترام شما رو نگه میدارم به خاطر پام رو فرش خونتونه، به خاطر موی سفید احترامتون نگه میدارم، و الا من از همین الان اعلام میکنم من فرزند قانونی عزیز آقا هستم و به اندازه تک تک این بچه ها ارث میبرم. اوه هر شکم تو جب کنیم بابا، کدوم ارث؟ داداش داداش چیه؟ با خودمون دوتا داداشیم دیگه، داداش نمیخوام. برش مادر تو گفته ما هیچی نمیخوام، نگفت؟ مادر من گفته، مامان من گفته. بله و چی؟ فکری برای چی ما رو ازرد دادیم مادرت با عزیز آقا ازدواج کنه؟ آقا جون این پاپوش این توته است، مامان من همچی حرفی نمیزنه. پاپوش کدوم عزیز من؟ آقا جون من همون اول ارسو میرسو نشسته تقسیم کرده مو به مو. بله تازه نصف اون خونه و یک چهارم قنادی هم مال منو بهبوده مگه نه؟ تو نرو پریسا خانم، اون زمان آقا جون یه چیزی واسه خودش گفت، تازه تعیین ارث و میراث خیلی با هم فرق میکنه، تازه بود قانون مشخص کنه که به ما چقدر میرسه. چشمم روشن، هیچی نشده، زبون باز کردی سوزن جون، دو تا چهار تا میکنی چی عالیه جون؟ میخوای ساکت بمونه حق شوهر سادهمو بخوری؟ خب بی خودی شلوغش نکنید، اصلا سر فرصت خودم میشتم یه بار دیگه همه چی رو درست حسابی تقسیم میکنم، اینجوری که نسیخ به سوزن نکباب. تو نمیخواد تقسیم بندی کنی، تو همینجوری انگوشه دستتو میشمری دو تا اضافه میاری، میخوای چینی سر ارثشو تقسیم میکنی؟ خجالت بکش، یعنی چی داداش چرا نه حیسته؟ وای بسته دیگه، خجالتم خوب چیزیه، حیا کنید. اون پیرمرد افتاده گوشه بیمارستان هنوزم زنده است و داره نفس میکشه، و شما داری سر ارث و میراث با هم دعوا میکنید. بابایی واقعا بابایی. باشه هرچی دارین بریزی رو هم، کمبودشو من جبران میکنم. ببو فردا اول وقت میری بیمارستان، شماره حساب بیمارستان رو بگیر، تلفنی به من خبر بده. چشتایی اینا رو رد کن برم. آقا پاشین برشین، دایی خوابش گرفته و خوش اومدید. برشین هر کی بره خونه خودش. پس قرارم فردا صبح اول وقت تو بیمارستان بگیر. شما نیم پاشو بگیر بنده خدا سلام 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 بگیر بنده خدا به سلامت. ببخشید آقا شهرمنده، به سلامت، به سلامت. میبینی دایی جون طرف هنو تو بیمارستانه، قلبش داره میزنه، نبضش داره میزنه، علائم حیات داره، اینا دارن مالشو میکشن بالا. واسه چی نشستی؟ بلنشو بینم. البته میدونی دایی جون که من خونه یو همینجوری اومدم، اگه نه اون شلوارکای زمان جوونیتون رو داریم به من بده. ای بهبود سایز بابا که اندازه تو نیست. باشه جوون بچه. من میگم چرا اینجا نشستی؟ منش برو خونتون. جون میگم برو خونتون. دایی خودت گفتی بیا اینجا. من گفتم؟ بله بابا من خودم یادمه کنار جوجه کبابا گفتی بمون. اون موقعی که گفتم عزیز آقا هنوز بیمارستان نرفته بود، عزیز الان تو بیمارستانه، بیا برو خونتون. محمود گناه داره، خاله بذار یه شب اینجا بمونه. اون خونه خالیه، کسی نیست، دوز بیاد ببره، شهر میفته گردن. شش میرم بچه داد آقا جان بیا برو دیگه. گناه نمیفهمه. چش مراقب مرتبه باشه، داره خودش میکنه داداشه. چش برو. البته بابا از ما تا دکتر عملش کردین؟ متاسفانه خیر. چرا؟ تا خواستیم عملش رو بکنیم رفت تو حالت کما. کجا؟ حالت کما. چرا؟ چرا نداره، تا ما رو دید ترسید بیهوش شد. دک خب قربون تو برم، یه دستی به اون ریش و سیلا رو مواد بکش دیگه، والا ما هم بهوش میمونیم، قیافه شما رو میدیدیم میرفتیم تو اقما، چه برسه کما. این حرفا چیه داری میزنی؟ خب آی دکتر الان که بیهوشه عملش کنین دیگه. نمیشه عزیز من، در حالت کما نمیشه عمل کرد،
باید صبر کنیم تا مریض هوشیاریش به دست بیاره. خب به هوشم بیاد میره دیگه. باید به هوش باشه که عمل بکنیم. حالا آقای دکتر کی به هوش میاد؟ اون دیگه دست خداست. شاید یک روز، شاید یک هفته، شاید هم چند سال. خب آقای دکتر تکلیف این پولی که ریختیم به حساب چی میشه؟ نگران نباشید. اونجاش محفوظه. آقا جو. خوب گوش کنید. همه سرسره شما دوتاست. او چطور؟ نه شما نداری. تو چرا؟ تقصیر تو اگه بابا ببینه بایدش بابا بابا ولش کن. اگه بلای سر آقا جون بیاد نفع من خودم میکشمش. بابای منم هست. بیخون خیلی خب تمومش کنی. توکلتون به خدا باشه انشالله که به هوش میاد. آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون آقا جون بله با چه شماره تماس گرفتید؟ اشتباه گرفتید آقا جون. آخه اینجوری که نمیشه. من باید بدونم واسه چی گیریم که اینطور باشه. سند خونه و قنادی به چه درد شما میخوره؟ نه نه این خلاف انسانیته. از من ساخته نیست. بله گروکشی میکنی؟ باشه حالا چرا نگران میشی اینقدر؟ یه خورده صبر کن ببینم چیکار میتونم برات بکنم. چپ چپ نگاه میکنی؟ میدونم نامردی ولی عزیز چاره ای نداشته. بسم الله الرحمن الرحیم. صدا اومد کیه؟ مالیه؟ نیاد مال خانم عزیز آقا فرخ فرخ دوست اینا خودم دیدم اینا ها دیدمش چرا اینقدر سر صدا رو انداختی؟ تو دوزه بگیر نباید که بذار این در بره. کدوم دوز؟ از کجا رفت؟ من چی میدونم یه لحظه دیدمش. چه شکلی بود؟ قیافش مثل چیتا میمون اصلا سیاه بد قیافه. من چی میدونم واقعا این شکلی؟ آره من برم یه زنگ بزنم به پلیس. بدبخ شدم. جناب سوری خانوم هیچی بیمارستان. آقا جناب رفته تو کما. کما کما یعنی بیهوش شده. معلوم نیست که بیهوش میاد یا یه ثانیه دیگه یا صد سال دیگه. چی؟ دوست دوست اومد پولام بر شده پولام تو جیبم بود. نه بابا دیوونه دو زده خونمونو. ببینم مگه تو در پنجره نبسته بودی؟ بابا چرا من همه جا رو بسته بودم؟ هم سند بونچاق خونه رو برداشته برده هم 15 میلیون ریال پول نقد بنده رو که واسه عروسی و نامزدی و اینا گذاشته بودم کنار با خودش برداشته برده. به زمین گرم بخور هر کی این کارو کرد. بابا بهبود انقدر هرس نخور. حواست کجاست اون که صبح ریختی به حساب بیمارستان؟ آره خب راست میگه. من اصلا حواسم نبود. هر چی دقت میکنم اصلا اثر انگوش رو اینم نیست. هیچ عالیه. طلای مامانت برداشتم خونه خودمون باشه خیالم راحت تره. شمشای طلا؟ کدوم شمشای؟ شمشای طلا نداشت. نمیدونم اصلا سند این خونه و مغازه به درد کی میخوره. همون من میگم این کاسه زیر نیم کاسه است. این همه طلا و جواهر و پول نقد اینجا بوده دست نزده اون وقت سند خونه رو برداشت. چه سر چیزی پیدا کرد؟ این چی؟ این بی سیمه. آ جان سر با چیزی شده بابا بگینا. ما فامیلای درجه 1 کشونیم. من قفل درا رو بازدید کردم. اثری از ضرب و زور دیده نمیشه.
احتمالاً یا در خونه باز مونده یا سارق کلید داشته. به هر حال به نظر میاد دزد با خونه آشنا بوده. چون مستقیم رفته سر وقت کمد اسناد و مدارک و هیچ گونه اشیای قیمتی هم سرقت نشده. جناب سربون شاید اصلا دزد نیامده. عزیز آقا اسناد و مدارک رو یه گوشه ای گذاشته. یادشتم اینا نمیدونن کجاست. دزد نبودی یعنی چی؟ من با چشم خودم دیدم. کی؟ دیدم دیگه. شما مشکلی بیماری چیزی دارین؟ مشکل؟ نه جناب سربون، من هیچ مشکلی ندارم. پاک پاک. وقتی دزد اومد شما کجا بودی؟ من خونه بودم. کی و خونه بودی اینقدر فر و فر رخ صدا کردم جواب ندادی؟ رفته بودم مادر دستشویی، تو فکر بودم نشنیدم. پس چرا رنگت پریده؟ جناب سربان صحبت قتل و جنایت و اینجور چیزه که پیش میاد، دزدی و اینا، من یه مدار فشارم پایینه، بعد افت میکنه این حالت میشه. شاخان تو که گفتی من جوان بودم دزدگیر بودم، چی شده حالا رنگت میپره اسم دزد میاد؟ ها؟ با دروغ گفتم، یه قپی اومدن تو هنوز یادته؟ به نظر میاد الانم داری دروغ میگی. سرکار رحمتی ایشون بازداشته. جناب سرور من بیگناهم. ما پیگیر موضوع هستیم. شما هم اگه به کسی مظنون شدین سریعا ما رو در جریان قرار بدین. فقط لطف کنید یکی از شماها برای تنظیم شکایت و تکمیل پرونده حتما تشریف بیارید کلانتری. بله حتما میام خدمتتون. جناب سرم دست شما در نکنه. عنایت من فکر نمی کنم کار آقا فرخ باشه، اون فقط قیافش غلط اندازه. آخه اصلا سند به چه درد فرخ میخوره؟ آره حالا آقا جون بفهمه پوست کلمونو میکنه. ای بابا کلیدای خونه کجاست؟ برای چی میخواد؟ کلیدای خونه رو باید بدین. ببین به فرخ نمیاد دوز باشه، دوز یکی از ما هست. ما که هممون بیمارستان بودیم حرفی میزنیم. این دلیل نمیشه. بله راست میگه، من میگم که شاید یکی از خود ما اومدیم یه دوز اجیر کردیم که بیاد اینجا دزدی کنه. واقعا پریسا بی خودی همه تو به من نگاه نکنیم. من چشم و دل پاکم، من امین آقا جونم، از تو من دزد در نمیاد. تک تک خودتون به درون خودتون بنگرید. تا وقتی آقا جون به هوش نیمده هیچ کس پاشو تو این خونه نمیذاره. وا. من جا خونه به کجا برم؟ درست میگی؟ آفرین بهبود، محکم باش، وانده. آره شما دخالت نکن پریسا جون، مسئله خونواده ایم. واقعا که عالیه. چیه سوسن جون؟ عالیه، درست میگه. تا زمانی که سندها پیدا نشده هیچی حق نداره پاشو بذاره تو خونه. ببین من نه کلید به کسی میدم، نه پامو از خونه بیرون میذارم، نه کسی میتونه بیرون کنه، هر کی حرف بزنه میذارم تو دهنش. آقا جان در این خونه باید قفل بشه، هم که گفتم. سوسن بیا. چی میگی؟ عالیه، بیا ببینم. همه جا تو اختیارداشون میره که پس بیدم. میزن پنج برای پنج چند تا میشه؟ ها بلندتر بگو منم بشنوم. چند تا میشه میزن؟ سلام. سلام علیکم. شوهرتونه؟ بله. مشخصه خیلی شبیه همین. واقعا؟ مامانم میگه تو زندگی زن و شوهرها یکم یکم شبیه هم میشن. اما همش ما یه شبه با هم ازدواج کردیم. یه شب؟ یعنی این بنده خدا شب عروسیش اینجوری شد؟ از قبل تومور داشت. آها، پس برای چی باهاش ازدواج کردی؟ آخه خیلی مرد خوب و مهربونیه. پول دارم هست؟ نه، فقط خیلی تنها بود. منم تنها بودم. آها بیژن، ده به علاوه 25 چند تا میشه؟ ها؟ ببخشین خانم، مگه میشنبه؟ آره، میگن از آدمایی که تو کما رفتن اگه سوالای ریاضی بپرسی ممکنه به هوش بیان. جدی؟ آره، هفته پیش یه بابایی تو خارج بچه‌شو همینجوری به هوش آورد. جالبه. اما من امیدم به خداست. امید هممون به خداست. خب اینم یه تیریه تو تاریکی، ضرر که نداره. آها عزیز آقا سینوس آذب در تانژانت آلفا به توان 2 برابر با؟ وا خانم چه سوالایی میپرسین؟ خب از آدم سالم هم بپرسین نمیتونه جواب بده. یکم ساده تر. آها 6-5 تا. عزیز آقا 3-2 تا. 13 به علاوه 5 چند میشه؟ چی کار داری میکنی؟ هرچیه میگم چی کار داری میکنی؟ یه گفتنم آدمیزاد که سهله، هوا هم دیگه این در رد نمیشه. ببینم چی بخواد بیاد اینجا. من به داشتم این خیال باشه. بفرمی داخل. بیا داخل کلیدتو بگنه. اینا کی هست؟ حالا میگم بهتون.
این بره. آقا میثم و حسن آقا بهترین جوشکارای مرداب بندر انزلی. بفرمایید چیکار؟ بفرمایید این در است. بزن. میخوام این دره رو جوش بدیم دور تا دورش. برقم اونجاست. اونا برق اونجاست. شما در این چی کار میکنی اینجا؟ میخوام در رو جوش بدیم کسی تو خونه نره. خیلی راحت تکلیف خونه رو میخوام روشن کنم. ماهی خانم بفهمه ناراحت میشه. ماهی خانم مادرمه، برش میدارم میبرمش خونه، نوکرش هم هستم. اول تکلیف خونه روشن شه. خب به جای این کار اول تکلیف فرخ روشن کنیم. بودی این داخل این زندان بیگناه. اول خونه. چی داری؟ اون رو یه قره با آدم گیاره. چه کار داری میکنی؟ داری چی جوش میده که تو چیش میدی؟ خودت هم که قفل زدی که آقا جون، تا موقعی که پدر من از بیمارستان نیومده هیچ که حق نداره بره تو این خونه. سوری خانم، کسی خواست پلم پدر رو بشکونه یه زنگ میزنی به من، من اون وقت تکلیفش روشن میکنم. چرا اینقدر شلوغش میکنید؟ حالا که دوز چیز قیمتی که نبرده. نه پس حتما باید ببره که معلوم شه این خونه بی در و پیکره دیگه. از دست تو عالیه. به اون تامین چند روز پیش بیا خونه ما. چند روز نیست، خودم مستقیم با دکتر صحبت کردم، گفت آقا جون 10 سال تو کمد میمونه. من میخوام این چند وقت برم خونه دایلا. مگه نه؟ برو آقا جون، هر چه دلت بخواد برو. بزن آقا. آقا اینجا رو خلوت کنیم، میخوام جوش کاری کنیم. بزنم. بزن. آرس آرس بیا. ببین. چک و چشت نگاه نکن. سلام سوری خانم. آخه چی سلامه ماه خانم، چه علکه؟ آبری پسر من تو محل بردی انداختی این زندان. مگه آقا فرخ تو زندانه؟ بله، من الان دارم از کلنتره میام. بچه ها تهمت دوزه زدن بچه های من فرق و من انداختن تو زندان. آخه بچه این تو بزرگ کردین، تربیت کردین. مگه چی کار کرده؟ اصلا اینجا چه اتفاقی افتاده؟ این همه قفل چه زدن به در؟ من چه میدونم، برو از بچه های ویلت بپرس که بچه‌ای که زیر دست زن بابا بزرگ بشه بیشتر از این نمیشه. زن بابا کدومه سوری خانم؟ من که همش یه روز اومدم تو این خونه. خانم یه روز باشه، نصف روز باشه، من نمیدونم قدم نسل داشتی چندی که شما نبودی اینجا بچه ها دازم بهتر بود. الان بایی شدم بچه من این داختن گوشه زندان پدر من در اومده. راسته مغازه محمود آقا رو بلدی؟ نه. میخوای چی کار؟ خونه پسرت بلدی؟ آره، چطور مگه؟ از کلنتره پسرم فرخ پیغام داده برم بهشون بگم. میخوای زنگ بزنم به پریسا جون آدرس مغازه باباشو بگیرم؟ مگه موبایل دارین شما؟ نه. خب بس برای چه جسم میگیری؟ افاده نکن. بیا بریم مظلوم مظلوم نگاه نکن منه. بیا بریم تو خونه تلفن بزن. چیکار کنم آقا؟ من باید همینجا وایسم؟ بله
من چی بکنم؟ من کاری نیستم که خانم. بالا این حرفا نیستی. برو بابا. امید. جانم. مغازه از همین الان تعطیله. هر چی شیرینی باختی می‌ذاری توی یخچال، خودت هم میری خونه. بفرمایید. صندوقم درش قفله. تا پول خورداشم شمردم. آقا من شیرینی‌ها رو خریدم بردم خونه، بوی نفت میده. آبروم جلو مهمونا رفت. الان بردم پسش بدم. به ایشو بگی خانم، صاحب مغازه ایشون. به من ربطی نداره خانم، من کارگر ساده. آقا من حرفا حالیم نیست. پول منو پس بدین یا زنگ میزنم مامور بهداشت بیاد در اینجا تخته کنه. از این لحظه بعد در این مغازه تخته است. بگو چیکار میکنی؟ درو واکن. قفل زدم چیه؟ من شما در خونه منو قفل نزدین. بگو اولین قفل تو خودت زدی رو در خونه. اونجا خونه منه، بیابون نیست، من میرم میام. شما واسه چی قفل زدین؟ آقا جون درو واکن، ما بیایم بیرون. بی خود اینجا درش بسته میمونه تا تکلیف ارتومینا تا آقا جون مشخص بشه. مشتری توئه. مشتری بی مشتری. خسرو بهبود. اوه آقا چه قضیه میکنی؟ درو بکن، درو بکن. چش چش بچه ها شوخی میکنن بابا، نکنین گرفتار میکنیم. چش چش خدا نگهداره. پولو بده خوب. چرا شد؟ در رو برشی میبندی؟ سه تا جعبه بود. بفرمایید. دفعه دیگه از یه غلطا نمی کنی؟ قطعا غلط کردم. شما ببخشید. خدا نگهداره تو. خدا سلامت. خدا خیلی گنده. چی می‌کنی؟ بهبود. دوباره تو گفتی زنی که بهبود. یه دقیقه بذار این لباسو امید لباسش عوض کنه. اینجوریه. امید لباسش عوض کنه. باشه، منم میدونم چیکار کنم. مگه نگفتم محمود آقا دم در واسا؟ بی خیال سوری خانم. حالا واسه چی زنگ زدی گفتی بیام اینجا؟ فرخ برات پیغام داده. خب اینو میخواستی تلفنی بگی، نمیتونستی تلفنی بگی؟ گفته فیس تو فیس بهش بگو. چی؟ فیس تو فیس بهش بگو. سوری خانم، فیس تو فیس یعنی رو در رو. حالا چی گفته؟ نوشتم یادم نره، بذار بخونم. گفته کفتر کاکل بسر، وای وای، یه خبر از من بگیر، وای وای. بسراغم ببینم. بپرس از حالم. بپرس از حالم. خیلی بدحالم. هدیه رو باز نکرده جا گذاشتم. اگر نیایین سراغم پدرت در میارم. خب این یعنی چی؟ نمیدونم. یه پیغام دیگه هم دارم. گفته اونجا کیه کیه؟ پشت تانکر کیه؟ سایش من میبینم. اینی برای فریدون گفته. یعنی واسه فریدونم پیغام داده؟ آره. یعنی چه؟ این دریوری ها چیه؟ آقا این دریوری نیست که، شما بی سواد، این تقصیر من چیه؟ سوری خانم، تو کدوم کلانتریه؟ کلانتریه محل. ببینم، وقتی که گرفتنش، سندی، مدرکی، چیزی باش نبود؟ نه بابا، پسر بیچاره موقع دوزه با من بود. خیلی خوب، قصه نخور، از کلانتریه درش میارم. چی جوره؟ نگران نباشم. یه عم زحمت کشیدم، پدر خودم در آوردم، اونو بزرگش کردم، اینطور جاها پایش وا نشه، شما گرفتین بردی این داختین زندان. من از دست شما چه کار کنم؟ یعنی چه؟ هدیه رو وا نکرده جا گذاشتن. نکنه مداری که برداشته نتونسته با خودش بیاره بیرون، اینجا یه جای قایمش کرد. این برو خونه دیگه. خیلی خوب سوری خانم. سوری خانم درد، سوری خانم مرض، سوری خانم درد دل، اورگ آغرو. برو تا پسرم آزاد نکردی این دوره برا نبینم. باشه، درش میارم. برو پسرم آزاد کن. خیلی خوب سوری خانم. خیلی خوب. باید پسرم آزاد کنی. نکنی نمیذارم اینجا باشی. میرم به همسایه خبر میدم. میرم. آلیه، فریدون،
آلیه؟ فریدون کجایین؟ آلیه؟ سلام مادر جون. سلام. فریدون کجاست؟ چیزی شده؟ میخوام ببینم کی رفته در خونه عزیز آقا رو قفل کرده. اون قفل رو بچه‌هاش زدن. بعدی که یه دونش که خودت زدی که. یه دونش رو من زدم، اونم فقط به خاطر اینکه مال پدر جناب علی رو چه مال پدر من دیگه. هم گفتی سهم مامانم میخوام، سهم مامانم میخوام. سهم من؟ من تو وکیل وسیم منی. به چه حقی رفتی در خونه رو قفل زدی؟ من یه قفل زدم، بقیه‌شو پسراش زدن. خب یه قفل دو قفل نداره. بیا برو قفلای درو باز کن. عزیز آقا اگه بفهمه ناراحت میشه. ناراحت میشه که، اینو برو به پسراش بگو. هنوز عزیز آقا زنده است. دارن مال این مرد رو بالا میکشن. اصلا اون خونه امنیت نداره که مادر جون. شما هم تا وقتی آقا جونم خوب نشونه بیاین همجا پیش ما بمونید. من تا قفلای اون خونه باز نشه ها پامو دیگه اینجا نمیذارم. خداحافظ، من رفتم. بابا اون خونه چه ربطی به این خونه داره؟ مامان تو چرا قاطی کردی؟ راستی فرخ هم واسه در تو بازداشتگاه یه پیغام فرستاده. اه واسه من؟ چی گفته؟ من که سر در نیوردم. گفته اونجا کیه؟ پشت تانکر کیه؟ سایه‌شو من میبینم. همین؟ نه، کمکم کن بقیهش نذار اینجا تک و تنها بمونم تا بپوسم؟ آره. یه پیغامم واسه محمود آقا فرستاده. اه واسه محمود آقام پیغام داده. چی گفته؟ نمیدونم، به مادرش گفته. لسه این پیغام پس خونه چه ربطی به تو داره؟ هیچی، من گرفتم قضیه رو، گرفتم. منظورش چی بوده؟ همین دلتنگی های تو بازداشتگاه و اینا. یه کیک شیرینی میگیرم میرم ملاقاتش. خیلی خب، پس من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. خوش به حالت عزیز آقا که این روزا رو نمیبینی. دلم خیلی شکسته از قد نشناسی بچه ها. در خونه تو قفل زدن، منو گذاشتن پشت در. منم که جایی رو ندارم برم جز اینکه دوباره برگردم شیراز خونه خودم. عزیز آقا پرستار به هوش اومد. سلام علیکم. سلام علیک. چکریم. اومدم دو کلوم با اتون حرف بزنم. چه حرفی؟ دیشب خواب طلعت خانومو دیدم. اومده بود تو خوابم، یه حالت خاصی داشت، چشاش پر اشک بود، تن و بدنم داشت میلرزید. ای داد و بیداد. چیزی نگفت؟ نه، فقط با انگوش اونجا رو نشون میداد. کجا رو؟ خونه سوری خانوم. فکر کنم نگران فرخه. بیا این سنت رو بردار بریم آزادش کنیم. مرد حسابی. من خودم اوستای خواب دیدنم. یک کلوم بگو ببینم پیغامش بهت رسیده؟ کدوم پیغام؟ اونجا کیه؟ پشت تانکر کیه؟ سایه‌شو من میبینم. بگو ببینم فرخ کیو دیده که اینجوری هول برت داشته؟ من نگران آبروی شمام دایی.
شنیدم فرخ واسه تون پیغام فرستاده. واسه من رجز نخون جوجه خروز. اونی که آتو دست فرخ داره تویی و الا من اگه 100 سالم تو زندون بمونه ککم هم نمیگذه. اینجوریه، وقتی آوردمش بیرون پتتو داد رو آب، اون وقت معلوم میشه چه گافی دادی. خدافظ. بی خودی خودتو خسته نکن، من الان دارم از کلونتری میام. آزادش کردی؟ نه، به این آسونیا نیست. جناب سروان گفت تا شاکی نیاد کلونتری رضایت نده ولش نمی‌کنیم و الا فردا صبح با پرونده میفرستیمش دادسرا تا قاضی قرار وثیقه صادر کنه. هنو که به هوش نیومده که. بله. چی عالیه؟ چی شده؟ به هوش اومد. اومدم. عزیز آقا به هوش اومد. خداحافظ.